این روغن 7580 GL5 بعضی از گیرباکس ها رو نابود میکنه اگر علتش رو میخواهید بدونید در ادامه با ما همراه باش خیلی مخلصیم عرض سلام و عرض ادب یکی از اشتباهات مهلک که میتونه هزینه سنگین تعمیرات گیربکس روی دست ما بذاره انتخاب روغن گیربکس نامناسب هست این روغن گیربکس همونقدر که نقش مهمی در سلامت و در کارکرد منظم گیربکس ما ایفا میکنه به همون اندازم میتونه باعث خرابی و خسارت دیدن جعبه دنده ماشین ما بشه روغن های گیربکس از نظر استاندارد API ای آی انواع مختلفی دارند ولی دو تا از مهمترین این استانداردها میشه استاندارد GL4 و استاندارد GL5 شرکت های سازنده روغن برای اینکه مقاومت روغن رو در برابر سایش و فشارهای داخلی جعب دنده بالا ببرند میان از دو تا عنصر استفاده میکنند اول گوگرد و دوم فسفر هر چقدر میزان گوگرد و فسفر در ترکیب یک روغن بیشتر بشه گرید اون هم بالاتر میره یعنی روغن گرید پنج میزان گوگرد و فسفر بیشتری از گرید چهار داره شاید شما بپرسید خب ایرادش کجاست این که خوبه روغنهای گرید پنج گوگرد بیشتری دارن و مقاومت بالاتری هم دارن ولی دقیقا مشکل از اینجا شروع میشه بعضی از گیربکسها ها قطعات دنده برنجی دارند گوگرد دشمن شماره یک فلزات رنگی مثل برنج و مس هست و باعث خوردگی این فلزات میشه وقتی شما از روغن های gl 5 توی گیربوکس هایی که دند برنجی دارند استفاده میکنی شاید همون لحظه اول هیچ اتفاقی نیفته ولی بعد از چند ماه میبینید دنده های ماشین بد جا میرن یا سفت جا میرن بعد از چند وقت میبینید گیربکستون به صدا هم میفته و نهایتا مجبور میشید کلی هزینه کنید و گیربکستون رو تعمیرات اساسی کنید باور بفرمایید گیربکس ماشین رو تعمیر کردن دند برنجی ها رو عوض کردن و مجددا روغن جیل پنج ریختن داخل گیربکس وقتی به این عزیزان میگه آقا روغن جیل پنج نباید بریزی میگه نه جیل پنج مقاومتر از GL4 شاید شما بپرسید خب چرا اصلا این روغن رو تولید میکنن این روغن اگر انقدر زیان داره و ضرر میزنه به قطعات برنجی چرا باید تولید بشه؟ روغن های گرید 5 یا روغن های استاندارد GL5 برای گیربوکس های هیپویدی یا دیفرانسیل ها عالی هستند. گیربوکس های هیپویدی یا همین دیفرانسیل ها قطعات برنجی ندارند و تحت فشار بالا کار میکنند. روغن های استاندارد GL5 مخصوص این گیربکس ها و دیفرانسیل ها تولید شده و اساسا ما اشتباه کردیم این روغن رو ریختیم توی گیربکسمون روغن های جی 4 یا گرید چهار مخصوص گیربکس های دند دستی هستن که عموما ما استفاده می کنیم و دارای دند برنجی هستن روغن های جی 4 به خاطر اینکه میزان گوگرد و فسفر کمتری دارند برای گیربکس‌های های دستی مثل پراید، پژو، تیبا مناسب تر هستن بهترین کار اینه که شما وقتی میخواید روغن گیربکس ماشینتون رو عوض کنید قبل از اینکه به حرف رفیق و دوست آشنا گوش بدید دفترچه راهنمای ماشینتون رو یک نگاه بندازید ببینید چه روغنی مناسب گیربکس ماشینتون هست و بر اساس شنیده ها و پیشنهادات اقدام به تعویض روغن نکنید چون که گیربکس دارای قطعات حساسی هست هزینه تعمیرات گیربکس سر به فلک کشیده و با انتخاب اشتباه برای خودتون درد سر درست کنید هدف ما توی این کانال اینه که هزینه های تعمیر نگهداری ماشین شما رو پایین بیاریم پس اگر اتفاقی ما رو دیدید اون دکمه سابسکرایب رو بزن و اگر مطالبمون براتون مفیده با لایک به ما انرژی بده انشالله تو راه نمونید هر جای دنیا هستید شاد و پیروز باشید دمتون گرم